مسافه و معانقه ممنوع. عرضم حضورت که اون چی که من میتونم بگم که این است که این شهر برکلی به من یک انسان رو داده و این شهر رو من سالهاست که درش زندگی میکنم. به این معنا که هنوز آقا نرفته بودن ایران، من آمدم اینجا. وقتی آقا رفتن ایران، من اینجا موندم و به این دلیل بچه هایی که اینجا بودن، من هم با همه مشربای سیاسیشون آشنا بودم و اسم این شهر رو من گذاشتم جمهوری دموکراتیک خلق برکلی. و علت این بود که واقعا بچه ها با هم زندگی میکردن و میکنن و خیلی خوب. چیزی که برکلی به من داده دکتر عباس میلانی، تعارف نمی کنم باش. من ایشون رو از سالهای دور اینجا شناختم، پیش از اونم در تهران ندیده بودمشون، نمیشناخته بشون. و اولین درخوردم با ایشون این بود که دیدم کتابی رو ایشون بودن به نام تجدد و تجدد ستیزی محبت کردن بنده، خوندم و دیدم که با یه آدم متجدد روبرو هستم، نه آدم فوکل کراواتی. تجدد در معنای واقعی کلمه. و این برای من قابل احترام بود و همیشه این احترام رو براش داشتم، تا اینکه یه روزی من دیدم که نه، این خیلی متجددتر از اونه که من فکر میکردم. و اون این بود که صحبت این بود که صحبت پاورقی نویسی بود در ایران. یهو ایشون برگشت من گفت شما که پاورقی نوشتید، چرا این نویسی جز ادبیات معاصر ما ضعف بشه؟ و اصرار در اصرار بنده رو وادار کردن که تاریخچه پاورقی رو در ایران در مجله ایران شناسی بنویسم. البته در چهار شماره نوشتم به اسم پاورقی نویسی در ایران. شماره پنجمش که نتیجه گیری بود، بر اثر تنبلی شخص من باقی مونده و امیدوارم یه روزی این پنج تا مقاله رو بتونم یک کتاب بکنم خدمت ایشون تقدیم کنم. اما اصرار دوم ایشون در مورد همین کتابی که امروز می‌خوایم صحبت کنیم، یه روز اومد پیش من گفت بابا این مرده آدم جالبیه، شما چرا باهاش مصاحبه دادین؟ کاپ چاپ نمیده. بعد من حال حوصله‌اش رو ندادم. و داستان این بود که این واقعا این کتاب برای این کتاب نوشته شدن نبود، مجموعه مصاحبه هاست. اما اونچه که مهم بود این بود که لازم بود یک مسببی داشت پیدا بشه این کتاب رو به وجود بیاره. مسببش این خانومی که اینجا نشسته ادراسوری تمام کاغذ ها و کتاب ها و کاغذ های ما رو از تهرون برشون دارد. روز اینجا روز از روز به روزم راه میرد تو خیام قور میزد که من با اینجا چیکار کنم. اینا چیه؟ آوردی ریخی تو خونه؟ من باید خانم آخو من که اهل کتاب نوشتن نیستم، اصلا این بلد نیستم کتاب بنویسم، من روزنامه نویسم. بالاخره مسبب این کتاب ایشونه، اما مشبقینی هم بودن که یکیشون ایشون. بنابراین این واقعا دومین قدمی است که دکتر میلانی در حق من برداشت که منو تشویق کردش که این کتاب رو در بیارم. حالا راجع به کتاب بعد صحبت میکنیم. غرض من تشکر از کل جمعیتتون بود، از برکلی لکچر بود و حمایتی که از این کار میکنید و راهی رو که میرید و من در تمام این سالها همراه شما بودم و از دکتر میلانی خواهش میکنم. خواستم خیلی از آقای دکتر الهی تعریف کنم بعد از این صحبتی که کردن. باید یک کمی کمتر تعریف کنم که تقریبا کاری مهم در صفحه 346 این کتاب مستطاب آقای دکتر الهی نوشتن آدم‌های دنیای ما بر دو دست، آنها که برای هیچ و باز هم هیچ حیاتی بسیار میکنند و آنها که بسیار کردند و هیچ حیاتی ندارند. در عصر ما که عصر گزاف گفتنها و لاف زدنهای بسیار است و فروتنی و تواضع اکسیر نایاب روزگار،
یافتن آنان که به راستی در دنیای بزرگ پیش با فروتنی فراوان زندگی میکنند کاری آسان است. سجادین الهی به گمان من یکی از همین آدم هاست. 60 سال در ایران در نهایت شرافت حرفه‌ای و در نهایت درایت سیاسی، ورزشی، هنری کار کرده. امروز به گمان من در تمام ایران و خارج از ایران هیچ روزنامه نگاری نیست که در حد دکتر الهی، به وسعت دکتر الهی، به عمق دکتر الهی و به شرافت دکتر الهی این حرفه روزنامه نگاری خدمت کرده باشه. ولی فقط در حرفه روزنامه نگاری نیست. من اشاره به داستان‌های پاورقی اشاره کردم. روشنفکرای ما متاسفانه در یک دوران بسیار بسیار طولانی ادبیات رو فقط این چیزهایی می‌دونستن که خودشون دوست داشتن و به اصطلاح از خلق دفاع می‌کرد، ولی اون چیزی که خلق می‌خوند زیاد مورد توجه این دوستان نبود. دکتر الهی زمانی که 10,000 خواننده داشت و به انواع اسم‌های مختلف می‌نوشت در روزنامه‌های و مجله‌های پرتیراژ، یک نفر در مورد اینها یک نقد جدی نمیشد. تا به حال هم فقط خود همت دکتر الهی بوده که این پاورقی‌ها یک نظم موثقی پیدا کرده. اینها صدها هزار خواننده داشته. بسیاری از اینها من به ذرس قاطع میتونم بگم که در تاریخ ما، تاریخ نویسندگی قصه ما، کمتر کسی به اندازه دکتر الهی یا مستعان یا چند نفر دیگه‌ای که در این زمینه مهم بودن خواننده داشته. نوع کاراش هم فقط میخوام یه تیکه‌ای ازش براتون بخونم که بفهمید این پاورقی‌هایی که میگیم و ما به سرسر ازش میگذاریم از چه جنسی هستن. این خلاصه چند شماره قبلیست از این پاورقی که امیدونم چند شماره این چی بود؟ من زن متلایی شهر شما هستم. از من خواستید که داستانم را برای شما بگویم. من مثل همه دخترها شوهر کردم، اما بر اثر الواکی شوهرم تصمیم گرفتم که از او انتقام بگیرم و به اقوای مردی به نام شرافتزاده که رئیس کارگزینی یکی از وزارتخانه‌ها بود، شبی خودم را به خان بزرگ که از خوانین مشهور فارس بود تسلیم کرد. این داستان پری غفاری است. این شرافتزاده کسی نیست جز تیمسار. رئیس دفتر شاه با تعمش به دو جلد خاطرات شنوشته فردوس، تیمسار فردوس. و فردوس در خاطراتش دقیقاً گفته که پری غفاری رو برای شاه برده و در طول این داستان شکی باقی نیست. هر خواننده با درایتی در اون زمان میفهمد که این مراد شاه و این مراد پری غفاری است. این در تهران مصور در اوج سانسور چاپ شده. پس وقتی از پاورقی صحبت میکنیم از ادبیات بسیار مهمی صحبت میکنیم که برخی از اونها به خصوص اونهایی که نوشته دکتر الهی بود، اونجایی که من خوندم اونهایی که نوشته مستعان بود، بسیار بسیار معرضشن و مستحق بررسی عمیق. این کتاب هم به گمان من بسیار از یک جنبه با خود دکتر الهی شباهت داره. موضوعش یعنی سلزیا به گمان من یکی از مهمترین شخصیت‌های قرن بیستم ایران، ولی تا به حال قبل از این کتاب یک کتاب جدی در مورد این شخصیت نوشته نشد. دلیلش هم خیلی واضحه. دو گروه اصلی که عالم مقال روشنفکری ایران تعیین کردند، یعنی چپ و میانه روها، طرفداران دکتر مصدق یا طرفداران حزب توده یا دیگر گروه‌های چپ، سلزیا رو تقدیر داده بودن به مسبب کودتای سیاه
و این شخصیتی که در اون زمان نقش تاریخی مهمی در انجام اون کودتا انجام بود و بعد در سالهای بعد از جنگ نقش بسیار مهمی در تحولات ایران تا 1955 تا 1955 من به درس قاطع میدونم بهتون میگم هر وقت ایران بحرانی شد بعد از 41 کاندید اول انگلیس ها برای نخست وزیری سرسیا یک چند شخصیتی تا به حال در موردش یک زندگی نامی درست حسابی نمیشه شد و دکتر الهی تونسته این شخص رو به سخن بیاره و روایتی از اون بده که برای من خوندنش برای همه که میخوان تاریخ ایران رو ببینن میخوان بدونن سبزی ها کی بود واجبه خود دکتر الهی در کتاب گفته این روایت سید هست یا آقا هست اونجوران که بهش اشاره میکنن از زندگیش یعنی بایستی با دقت خوندش بایستی در هر ادعایی که سید کرده شک کرد چون خاطره ایست از خودش و در مورد خودش شاید غلوب کرده در مورد خودش شاید مسائل رو پنهان کرده وظیفه خوانندگان بعدیست وظیفه محققان بعدیست که با درآوردن اسناد صحت و صوم ادعاهای این شخص رو تعیین میکنن ولی کار کارستانی که انجام شده اینه که باب بحث در مورد سید با این کتاب باز شده و به نظر من بحثی است که لازمه و بحثی است که هم آقای دکتر الهی هم سرکار خانم الهی که ازشون استدعا خواهیم کرد یه تیکه هایی از کتاب که خودشون مرحوم فرمودن لطف کنم برای ما بخونم خواست کردم ترتیب برنامه هم اونچنان که دوستان امر کرد